خب در اینجا در این موقعیت اینجا ما چه داریم؟ این سنگ رو دیده؟ این سنگ اینجا دستگاه لوپی استفاده کرده. نشانه چی بوده؟ آثار چی بوده برادر گلم؟ خب این پشت اومده کار کرده برچه مبنه اومدی؟ نگاه کن این سنگ ها رو میبینی عزیز من روی این جنس این صخره‌ها پیدا کردن تراشه‌ای که کار دست بخواد باشه تشخیصش فوق العاده سخته گاهی اوقات غیر ممکنه شما این سنگ ها رو میبینی قالب در بیاد هر نقشی رو به خودش میگیره که تو اومدی اینجا رو کندی و اینجا رو کندی شما مشخصه اونو دیدی این تراشه‌ای که فکر این تراشه است نگاه کن فکر این تراشه است پایین پایین میکنه با اینکه اینا همین سنگ هست عزیز من که قالبی در اومده و پشتش یه قالب افتاده خب نه همین کاری که در اینجا داری میبینی عزیز من نگاه کن این که اینطوری حفره افتاده میبینی عزیز من این جوغه نیست این همین سنگه این همین سنگه میبینی عزیز من باید بدونی رو این جنس سنگ ها تو تراشه خاصی که بخوای پیدا کنی نباید این قلب سنگ ها اینطوری توش باشه میبینی این سنگ همین سنگ ها بوده و جا در اومده این حفره رو انداخته بعد تو رفتی این پایین رو کندی چرا؟ چون که افتادی دنبال کلاسی تفسیر علم یا مثلا اینو میبینی و اندازه یه بند انگوشم توش میره این دقیقا همین سنگایی بوده که از این بغل بوده سنگ اومده بیرون داخلش میدی باید میفهمیدی بریزه من خب چرا خودتون رو نمیتونی داغون میکنید تو اینجور جاها وقتی یه اینجور حالتی میبینی دنبال جوغن نگرد دنبال سمبول ها و نماد ها و تراشه ها بگرد تراشه های بزرگ دنبال یه اینجور چیزی تو باید باشی که حالت سمبولیک تراش خوره تو دنبال اینجور چیزی باید باشی عزیز من که به تو موقعیت بده یعنی یه سنگ تراش خوردی بزرگ اونجا چقدر کنده چقدر خاک ریخته بیرون همونجا رو کنده همینجا رو کنده ای بچه های خراسان شمالی اسفرای وقتی که تو اینجور موقعیت ها میافتین که این جنس سنگ رو داری میبینی تو باید دنبال سمبول ها و نماد های سنگی بزرگ بشی دنبال نماد های بزرگ حالا اینجا میبین همه با لوپی ها همه رو با لوپی زدن اینجا رو همه رو با دستگاه لوپی زدن هیچی هیچی خودشون فقط خسته کردن اینجا فقط دستگاه لوپی بوده شاخصش هم این سنگ رو گرفته زده اونورم همینطور زیر این که تونل زده رفته موزیر اگه اینجا موقعیتی پیدا بکنم بهتون آدرس میدم به کجا رو دقیقا برید بکنید اگرم که چیزی پیدا نشه که دیگه پیدا نشده دیگه ایزم اون وار کنده شده هر جایی تونستم
کندن خدا نگاه کن تو رو خدا. اینجا با حاله سنگر درست کردم. آه خدا نگاه کن اینجا هستم بنده خدا بیلو کلم اینطور میریختم یا اینطور میخوابیدم. سنگو ببینم ایزا من اون سنگو داری میبینی دقیقا زیرش هم شما کندین برای اون سنگو دقیقا زیر اون سنگو کندین اون یه قدم شمار داره که حالت یه کفش در شماردن اون یه قدم شمار داره دقیقا به اون سمت حالا باید بریم قدم اونو در بیاریم چیگاه پایین مشخصی میشد باید میامد یا بالا میدیدی که با چی طرفیم اینجا. خب حالا باید بریم اون پایین کنارش که قدم اونو در بیاریم چند قدم میگه. خب برگشتیم پایین که قدم این سنگ رو در بیاریم قدم این سه تا یازده خوب یک دو سه چهار سی و سه ما الان در اینجا چه چیزی داریم؟ حالا باید دنبال آثار دیگه بگردیم چون به اتمام کار راهنمایی نکرد. خب راه رو در اینجا داریم میبینید راهی که ما تا اینجا میاد حالا با ضربه خطا بخواییم بگیم دقیقا موازی با این راه در میاد چون بعضی جاها به خاطر پسی بلندی زمین ما دو قدم اضافه تر بگیریم که کم نباشه ازش دقیقا ما میفتیم همینجا که الان شما داریم میبینیم سنگوی کاشته شده که داریم بر و راهی که در این ور بوده این راه در اینجا کاملا مشخصه برچه مبنی بوده یه راه دیگه هم که در اینجا بوده یه سنگ تک بزرگی دیگه هم که در اینجا قرار داشته. خب راه هدایت میکنه تو اینجا حالا باید اینجا دنبال آثار آدم دیگه باشیم. اینجا هم دقت بکنید سنگ هایی که در این باره و سنگ هایی که در اون باره دقیقا اینجا یه راه رو ترسیم کرده که از اینجا رفت آمد میکرده. خب یه سنگ ما در اینجا داریم یه سنگ کاشته شده دیگه هم دقیقا در همون جا داریم.
Arvat ve gelin onları şahıs ay muhtelif. Rahi ki az önce ma gerifteyim umadiyim. Mesir ki amca götürmadiyim. Yek sembol der ince var. Şahıs ay tek sembol. Nigahı şahıs fikir mikani ruh balas. Ama ertabatı bir nigahı ruh bala nedir. Nigahı in tek seng ve mesir rahi ince hidayet mikani be in kari ki der ince karar gerifte. İn do seng. این دوستن یه نگاه رو به بالا دارن اون امری جداست اما یه چیزی یه این کار داره در اینجا دقت بکنی سنگ در اینجا قرار گرفته کاشته شده این سنگ نگاه کنید این نمای این طرفشه در اینجا این نمایی این برشه یک چیزی به مانند یک پرنده منقار سر قوس بدن و حالت بال و نشستگیش که انگار پرندهی که نشسته یک نگاه رو به بالا داره که اون باز جداست این چیزی که برای همینجاست چیزی که برای خود همینه ما باید به کجا نگاه کنیم؟ باید به اون نگاه کنیم اون تراشه که در اونجاست دقیقا در این قسمت رو داری میده دقیقا در این قسمت دقیقا در همین قسمت رو داری میده تا به کناره ها به زیرش نزدیک به زیر خودش خب اون کار نشانی که در اونجاست داره صاف اینجا رو میزنه داره مربوط به اینجا داره میگه این تراشه که این توی دادن تراشه این تو رو باید که شما ببینید تراشه ای که دقیقا در اینجا قرار دارم این تراشه مستقیما کجا رو میزنم مسیری هم که حتی بهش دادن به این تراشه مسیر و قوس کوچیکی هم که دادن دقیقا داره این سنگ بزرگ رو میزنه که کنارش اون سنگ حالت پرنده تراشش دادن بهش تکیه داشته پس شما وقتی که رو به این سمت وقتی که باشید به سمت راست که این ور به سمت راست میشه باید اینجا یک ابعاد حداقل 3x3 یا 4x4 شما باید در اینجا باید بگیرید و حفاری بکنید ضریب خطا برای اینجا نهایتا بین 1 متر تا 3 متر یعنی 1 متر اونجا نهایتاً تا به اینجا که این سنگ رو نشان بکنید این سنگ چارتیکه رو در اینجا نشون بکنید سنگ چارتیکه در اینجا نشون بشه این ابعاد بعد 1 متر 2 متر 3 متر خطا نهایتاً بین 1 متر تا 3 متر باید سیستم بزنید لوپی هم اینجا میتونی استفاده بکنید چون که عمق کار مشخصاً نهایت به 2 متر 2 متر و نیم برسه امکان داره تا نزدیک 3 متر هم بره اما بعید میدونم اون 3 متر هم دیگه نهایتشه دیگه همینجا دستگاه لوپی میتونیم برای اینجا استفاده بکنید همه دستگاه لوپی و
از اینجا میشه استفاده کرد. هم بعد از اون به غیر از لوپی حفریاب هم اینجا خوبه. اینجا حفریاب برای این یه تیکه خوب جواب میده. حفریاب هم برای اینجا عالیه. دقیقا این دو سنگ رو نشون بکنیم. ما از اون ور آثار عالم گرفتیم اومدیم تا اینجاست. دقت هم کرده باشی این دو سنگ که در اینجا قرار داره، سنگ های دیگه در اینجا قرار داره، یه سنگ دیگه در اینجا قرار داره، یه سنگ دیگه در اونجا. دقیقا اینجا رو سعی کرده ببنده، یک دایره براش به وجود بیاره. دقیقا همین مرکزیت وسط، اما دیگه بزرگی به یک متر، دو متر تا سه متر که باید حساب بشه برای سیستم دار که میخواد سیستم بزنه. نهایت عمقش هم تا سه متره. کار جمع جور خوبیه. دقیقا در اون نقطه شما باید کار بکنید. دقیق تو اون نقطه دقت داشته باشم. صاحبین این جایگاه، کسی که روی این کار اومدن فعالیت کردن، اونجا رو کندی، اونجا رو کندی، اون بالا رو کندی، که همش بیهوده بوده، همش بیهوده بیهوده کار کردی. نگاه کن اون سنگ رو ما نشان کردیم، قدم شما رو اون سنگ رو من در رو بردم. باید اون سنگ رو هم داری قدم شما رو شو بگیری، قدم شما رو اون سنگ رو باید بگیری. بیای 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 علامه دیگه کجا من بردت. سنگ که تو حرکت بکنیم از اونجا تو حرکت بکنیم میای بدم شما، بدم شما دقیقا تو رو میاری اینجا. این دوتا سنگ رو میبینی؟ با اون سنگ پشت نشان شده. این سنگ به مانند دو سنگ در اینجا یه ورودی رو، یه راه رو به تو میده، برای تو یک راه ترسیم میکنه. یک راه همینه که مستقیم داخل بری 4-7-10 قدم میرسی به اون دوتا سنگ. یه سنگش حالت یه پرنده نشسته است و اون سنگی که در اونجاست که یک تراشه داره که جهت میده، دقیقا مرکزیت همونجا رو تو باید کار بکنی، یعنی بین اون سنگ و فضایی که در اونجا قرار داره. اما اون مسیر باید اینجا بیه. قدم شمار که ما رو میاره 33 گام بلند که در میاد، قدم شماری این 33 گام بلند میاره، مستقیم میاره جلوی این راه، مستقیم جلوی همین راه میاردت، بین این سنگ و این سنگ. این سنگ و این سنگی که داری میبینی بین این دو سنگ میاردتون 5-6 قدم 7 قدم که بری جلو اینو میبینی. و اونجا که بهتون گفتم به اون طرف سنگ، یعنی به سمت راستش، به سمت چپش، اینجایی که من هستم، به سمت چپش، به سمت چپ اون سنگ، اونجا یه ابعاد فضای حفاری 4x4 میخوای. بهترین دستگاه هم برش اگه لوپی خوب داری، دستگاه لوپی خوب داری براش بیار، مگر نه با حفریه با میتونی کار کنی، با نقطه زنم میتونی روش کار بکنی. دقت داشته باشن بچه هایی که توی موقعیت ها کار کردن مربوط به همین جایگاه که اول فیلم نشون دادم، که گشتیم و این موقعیت ها رو براتون پیدا کردیم که دقیقا شما این سنگ چارتیکه رو نشون بکنی دقیقا همینجا. این موقعیت هم پیدا کردم تنها و تنها به خاطر زن و بچه هاتون بود، که سریع بعد که میخواییم به اینجا کار بکنید حداقل بدونید چه شکلی کار کنید، کجا و تو کدوم نقطه متمرکز بشید، چه سیستمایی رو بیارید. دستگاه حفریاب و دستگاه لوپی خوبن، ولی دستگاه رو حفریاب از همه بهتره باز برای اینجا. حفریاب هم خوبه، نقطه زن هم جواب میده، نقطه زن هم خوبه، اما دیگه تو دیگه موقعیت داری. نگاه کن این سنگو ببین، اشاره این سنگ این برو داری میزنه، سنگ چارتیکه اینجا رو حساب بکن، پرنده در کنار این سنگ تکیه داده به سمت راستش، دقیقا اینجا
تو اونجایی که نقطه مرکزیت وسطش که من الان وایسادم اینجا، این موقعیتم فقط و فقط به خاطر زن و بچه هاتون بود که اینطوری بیهوده نیا این کار بکنید که چندین قاز سرمایتون رو میخواید دست بدید. بچه های خراسان شمالی، اسفراین، خودتون دیگه جایگاهتون دیگه میشناسید دیگه. موقعیتی هم که من اومدم میدونین کجا اومدم، چون دیگه نمیتونم فیلم برداری باز منطقه رو بگیرم که سازمان بهایی یهودی زرتشتی میراث فرهنگی که در پوشش شیعه و سنی این حرامزاده بخوام بفهمن اینجور جاها کجاست. یه خودتون میدونی اینجا کجاست دیگه. اینجا مناطق خراسان شمالی اسفراینه. این فیلم هم داره توسط حامیان و طرفداران آقای رضا صافور داره گرفته داره میشه. تاریخ این فیلم برداریم شهریور، آخرای شهریور سال 1401. پیروز باشید.